Hi folks, my name is Peymon. Welcome to your YouTube channel. Today is Sunday, June 16, 2024. I will be speaking the English language, and I will switch to the Persian language. So the Islamic Republic of Iran's use of soft power is a complex strategy. It disseminates a form of dark comedy, a satirical narrative that not only recalls the era of the Pahlavi dynasty where Iranians face imprisonment, but also highlights the violation of their freedom of speech. This acknowledgement of past human rights which raises essential questions and the current state of the human rights in Iran. The use of the dark comedy by Islamic Republic of Iran implies that a reform movement in Iran is the most viable strategy for the regime to retain power and rectify its past errors. It dissuades individuals from advocating for their rights by asserting that any alternative to the Islamic Republic of Iran would also be an authoritarian regime, devoid of a promising future. This strategy, if successful, could have significant implications for the future of human rights in Iran. Consider the Persian Gulf on Google Maps. If you zoom in, the name of the Arabian Gulf appears. This sublet shift in name suggests that as long as the Islamic Republic of Iran remains in power, Iran's national integrity is at risk. This potential loss of national identity should be a matter of concern for all Iranians. As a result, it is time to topple the Islamic Republic of Iran to restore Iran's national integrity. I will be speaking the Persian language. با درود فراوان عزیزم، من یه مدتی تو توییترم میبینم یه دونم یه دارک کمدی سیاه نوشته بوده یه نفر که نمیدونم خانوادهش در زمان شاه تو زندان بودن، تو زمان ملاهام تو زندان هستن و یه داستان خیلی طولانی و بیمنی. اصلا من حوصله‌ام واقعا سر میرفت اینو میخوندم، ولی به خاطر پژوهشی که دارم میکنم برای کشورم ایران به زور خوندم. اصلا واقعا خنده دار نبود، مضحک، کاملا مضحک. نمیدونم عمو کیوان رفته بود زندان، اون رفته بود زندان، یه چیزای مسخره آمیز که حتی خوندنش هم یه لحظه ارزش نداره. بله، مردم زمان شاه رفتن زندان. اینا کیا بودن؟ اینا تروریستا بودن. در زمان خمینی، حکومت جلاد و شیطان پرست ملاهام، یه سری هم رفتن زندان، یه سری هم اعدام کردن، بیگناه بودن. خب بیشتر این آدم ها بیگناه بودن، چیزی کاری نکرده بودن که اینا کشتن. در آینده ایران باید آزاد بشه. خب و در آینده ایران کسانی که میخوان کارهای تروریستی کنن، بله میرن زندان، این هیچ شکی نباشه. ما با تروریستی، من خودم با کارهای تروریستی مخالفم. خب نباید انجام بشه. ولی چرا جمهوری اسلامی باید بره؟ شما رو گوگل مپ بزنید خلیج پارس، بعد اینو نزدیکش کنید، قشنگ میبینید نوشتن عربیان گاف. اگر یه ذره واسطی تا آخر این ویدیو کلیپ نگاه کنید میبینید یه ویدیو کلیپ درست کردن در رابطه با اون و میبینید که خیلی راحت دارن این ملاها ایران رو از بین میبرن و چون ارزه نگه داشتن کشور عزیز ما ایران رو ندارن، من و تو ایرانی باید هم صدا بشیم، یکی بشیم، ملاها رو از سر کار بندازیم. سپاس گزارم. با درود فراوان به همه عزیزان، این پرژن گالف خودمونه، درسته؟ من زیاد بلد نیستم ویدیو کلیپ درست کنم مثل دیگران، ولی خب این ویدیو کلیپ رو خدمتتون میارم که ببینیم. برای اون کسانی که میگن جمهوری اسلامی باید بمونه چون که ما نمیدونیم تو آینده چی رو خواهد داد، تا جایی که داریم میدونیم جزیره ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک رو دارن ازمون میدوزدن. خب این از یه طرف. حالا بیاییم گوگل مپ بزنید پرژن گالف خلیج پارس
بهتون عزیزان نشون بدم که ببینید دشمن چقدر زیرکه، با چه باهوشی داره کار میکنه و میخوان کل ایرانو از بین ببرن. یعنی تیپ آف دی آیسبرگ، اگه شما آیسبرگ رو نگاه کنید خب بالاشو میبینید، یه چیز مثلا بالای یخو میبینید، ولی پایینش که برید خیلی بزرگه. خب این نابودی ایران برنامه ریزی شده که چجوری یواش یواش از بین ببرندش. نگاه کنید من الان خلیج پارس رو بزرگ میکنم، ببخشید باید بزرگش کنم، کوچیکش کردم، الان بزرگش میکنم. میبینید؟ آها میبینید عزیزان؟ میبینید عربیان گالف. خب این برای اون کسانیه که دارن میگن که جمهوری اسلامی بمونه، چون که نمیدونم یه جوکیه دارم میفرستن این ور اون ور که نمیدونم دایم رفته بود زندان، عمم رفته بود زندان زمان شاه، انانم رفته زندان، همه این حرف رو میزنم. خب تو این بلاگم دارم مینویسم، بله اگه عمه تو زمان شاه رفته زندان، دایید نمیدونم عمود، اینا تروریست بودن زمان شاه، باید میرفتن زندان. و در فردای آزاد ایران همین افراد شروع کنن به کارهای تروریستی، بازم باید برن زندان. سپاسگزارم. Why do you want the shop?